همیشه بی خودی حساسه، برای همینم سرت درد میگیره عزیزم. تو هم هیچ وقت کاری نکردی یه ذره منو خوشحال کن. چی میشد مثل مردای دیگه بودی؟ حالا همه چی میشد دارم میگم، نگو عزیز دلم، انقدر جوش نزن. همیشه وقتی کم میاری همینو میگی، میدونی من به این کلمه حساسم، انقدر جوش نزن. من همیشه از آدمای شاد و پرهیجان خوشم میاد، در حالی که اصلا اینطوری نیست. از آدمای شاد و پر هیجان؟ خب عزیزم میرفتی از سیرک سر میگرفتی، حالا نه که تو خودت خیلی شادی. دی خسته شدم بابا، هیچی حالیت نیست حمید، اصلا تو یه آدم خودخواه بی احساس و بی عاطفی، فقط هم به حکم عقل زندگی میکنه که اونم عزیزم مثل که همین حکم عقلم گفته با شما ازدواج کنم. تو با این زبون خوشه چطور مارگیر نشدی خودخواه؟ از بس از خودم گذشتم خسته شدم واقعا همین. تو به تنها چیزی که اهمیت نمیدی احساسات و افکار خسته من. واقعا حیف که امشب شب عروسی مونه، وگرنه چی عزیزم؟ وگرنه همینجا از ماشینت پیاده میشدم. راه باز جاده دراز جاده دراز یک راه بازی نشونت بدم که خودت حظ کنی. هیچ غلطی نمیتونی بکنی عزیزم، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. ایوونه نسترن بابا، نسترن مثلا خیر سره بود، امشب عروسی مونه. عروسی جنابانی نما، حیفه من که زن توی بیماره باشه. بابا نسترن بچه ها نسترن. من تو رو دوست دارم اونا جون، دوست داشتم تو سرت بخورم. بابا یه دیمه نهارش پاک میشه، تو یاقت تموم بود که من با هوری دست دفش میشه. بابا من بگم غلط کردم. خوبه؟ نمیخوام بگو غلط کردم. بس تو سوار شهر من اولا بیا. بودو به افتخار تازه‌عروس و شادمان بذار در قشنگرم. سلام، مبارک باشه پسرم، خوشبخت باشین عروس خانم. ممنون عزیزم. خیلی ممنون هوری جان، لطف کردی. از اون زهر مار هوری جان. بابا چی بگم؟ مگه به نگفتم حق نداری دختری تانا کرا رو دعوت کنی؟ بابا دخترم رو نمیتونم بگم نه. یا که سلام عزیزم، خودت عوضی، اونم خودتی، چنان حالی من از تو بگیرم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. میخوای بهت نشون بدم؟ گفتم که عزیزم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. دارم برات. افتخار تازه‌عروس و شادمان بدارم خشنگرم. دست شما درد نکنه.
سلام حمید آقا. سلام زلیخا خانم. صد بار گفتم زلیخا جان. دیشب چه خبر بود حمید آقا؟ صدا از سرانجام تو سر کوچه میومد. شانس منه دیگه زلیخا خانم. زلیخا جان. نسترن از این کلمه جان خوشش نمیاد زلیخا خانم. مگه هست؟ طبق معمول. زنم زنای قدیم. اصلا نمیدونستن غر چیه، نمیدونستن خونه ننه بابا کجاست. طلاقش بده، خودتو خلاص کن. حیف که دوستش دارم. از قدیم گفتن همیشه با زنی ازدواج کن که اگه مرد بود بهترین دوستت میشد همین جان. زلیخا جان. جانم. میگم جواب آقلامو چی دادین؟ دختر عاقل جوان خوشتیپ و به پیر مرد هاف هافو ترجیح میده. اما مرد خوبیه ها، دلش نشکن. دهنش بو میده، انگاری هیچ وقت مسواک نمیزنه. آخه چرا تهمت میزنی؟ من روزی سه وعد دندونامو با تایز و ریکا و واکس میشورم. تازه یه دستم یدک برات ببردم، این واهینه سفی اکسه تو توش میبینی، حالی چه ببری؟ حله؟ شما دوباره فالگوش بستادی آقا غلام؟ دیدم مثل آقا غلوم اومد، گفتم بیام ببینم و غلوم چه فرمایشی داشتید؟ حالا دعواتون رو بذارین واسه بعد، ببخشید من دیرم شده. اگه امری نیست، من از خدمتون مرخص شدم. یخچالم برفک میزنه، میخواستم بیاد یه نگاهی بهش بندازید. برفک چیز خوبی نیست، احتمالا مولم آنتنشه. همچین تنظیمشه که تمام کانالاش عین و آینه بگیره. در زم اسم خودم هم عوض کردن. یوزارسی؟ خواهشتن من بعد یوزارسی چدام کنی. حالا چرا یوزارسی؟ بچه مگه تلویزیون نگاه نمی کنی؟ چون زلیخا عاشقش بود. به هر حال من سررشته ای از برفک ندارم، فعلا با اجازه. عوضش من دارم، خوبشم دارم. بذار نوازشش کنم، دست به سر گوشش رو کشم، شاید سر حال بیاد. برو هر عصفی داری برای من به تازون، آخه قیامتی هم توی کاره، خدا پرده ز کارت بر میداره. بس که تو آزودی مرا، هرگز نمیبخشم تو را. بس که تو آزودی مرا، هرگز نمیبخشم تو را. در خدمتتون هستیم از تهران رادیو تجارت و ادامه میدیم برنامه های امروز. دیگه چته؟ بازم که رفتی تو لک دیگه. بریدم دیگه، نمیتونم. زندگیم شده عین زهرمار. یک سال ما هر روز با هم جنگ و دعوا داریم. همه زندگی اولش اینجوریه. خب زن و شوهر تا بیان با فرهنگ هم دیگه آشنا بشن حداقل یکی دو سال زمان میبره دیگه. من که دیگه نمیدونم چیکار کنم. از یه طرف دوستش دارم، از یه طرف هم دیگه واقعا خسته شدم. راستی همین، من یه پیشنهاد دارم. تو پسرمون حامدو که میشناسی؟ خب آره. اونم یه همچین مشکلی داشت، مدام با زنش دعوا مرافع داشتن، حتی نزدیک بود کارشون به طلاق و طلاقکشی بکشه. تا اینکه یه روز رفتم پیش مشاور خانواده. شاید باورت نشه پسر، زندگیشون این رو اون رو شده. جدی میگی؟ به جون حمید اگه اونا رو ببینی باور نمیکنی. کشته مرده همدیگه شدن، انقدر قربون صدقه همدیگه میرن که اصلا باور نمیکنی اینا میخواستن اصلا طلاق بگیرن. ببینم آدرسی شماره یه چیزی ازش داری؟ از پسرمون میگیرم، گفت معجزه میکنه. دکتری که دومی نداره، یه روانشناس استثناییه، فقط یه جوراییه. بنویس این جانب حمید رضایی، فرزند حسن، متعهد می‌گردم. یا تعهد می‌نمایم بهتره، تعهد می‌نمایم که من بعد از این همسر عزیز و مهربانم سرکار خانم نسترن آقا خان، فرزند ارشد مهندس امیرارسلان آقا خان را
به هیچ وجه من الوجود اذیت و آزار چی؟ ننمایم. اوه واریسمم مرکل و به او احترام بگذارم و به او احترام بگذارم و به خانوم ها جان نگویم شد؟ نوشتی؟ بله آقا جون. حمید آقا شما از ما دختر گرفتی که زنت بشه، کلفت که نگرفتی. زنم احترام میخواد، باید بهش محبت کرد. بله حق با شماست. حالا امضا کن، زیریشم انگوش بزن. انگوش واسه چی آقا جون؟ واسه روز مبادا؟ علل خصوص اگه بخوام روزی طلاق دخترم ازت بگیرم، اینو به درد میخوره. اوه ولی من نسترن رو دوست دارم. گره من حتی بدون نسترن نمیتونم نفس بکشم. اگه دوستش داشتی اینقدر اذیتش نمیکردی. بابا من تا حالا از گل نازکتر به نسترن نگفتم. بشین بابا غیر مجاز. این خود نسترنه که ای به همه چی گیر میده آقا جون. ای بابا حالا انگوش بزن. پس حقیقت کتا نیایا، اگه کتا بیاه فردا سوارت میشه. من اگه جای تو بودم هر دفعه که بهم بی‌احترامی میکرد میومدم خونه ای بابا. فکر کن نیام. برادرت عرفانو میبینی چجوری از اون حساب میبره؟ شوهرتو باید اینجوری بار بیاره. پسرم زن عینهو گل میبونه، بهش نرسی و میپلاسه میپلوکه. آقا جون راست میگه، باید به گل رسید، باید بهش آب داد، باید نوازشش کرد، باید گذاشتش تو آفتاب. آفرین به این وظیفه شناسی. شما جوونا فقط میگین زن بگیریم، چیزی از آینه همسرداری نمیدونین. اصلا نمیدونین نیازهای عاطفی و احساسی یک زن چی هست. باریس از خدا خواهم کمک نماید، سالی یک بچه زنم بزاید. خانه روشن می شود از صدای کودکان، خانه روشن می شود از نوای کودکان. خیلی چاکریم هستم خانم. باش تا اموراتت بگذره. بابت همه چیز معذرت. چمزه نپر اون رانندگی تو بکن. اونم به چشم. شما با من آشتی بکن، من هر کاری بخوای میکنم. یه سرویس طلا سفید جد آباد مارک واسه آب میخوره ها. اونم به چشم. تو زندگی رو زهر مار من نکن، من هر چی بخوای برات میخرم. خانه روشن میشود از صدای کودکان، خانه روشن میشود از نوای کودکان. عزیزم به خونه خوش اومد. بلاخره رفتی آوردیش؟ بله. سلام زلیخا خانم. علیکه سلام. انقدر اذیتش نکن نسترن خانم، خدا رو خوش نمیاد، طفلکی گناه داره. شکیل گلمنگولی هم گرفتیم، با شما هم درد دل کردن؟ نه بابا نسترن جان، چه درد دلی نسترن جان. شوهر بد به طورت نخورده تا قدر حمید جونو بده. ای حمید جونو نمیگیرن حالا که من عاشق شدم، پاشنه در و گل میگیرم. آی زنده باش یهش، پاینده باش یهش، گتنک زلیخا جان جان. مگه داری عمت رو صدا میکنی زلیخا جان زلیخا جان؟ مگه خودت نگفتی زلیخا جان جان صدات کنم؟ حالا زلیخا جان جان. خواهشتن تو یکی اصلا صدام نکن. اوکی مای هنی گتنک. جالتم خوب چیزیه والا، فقط کم مونده بود با بقال سرکوچه درد دل کنی. بابا وقتی 24 ساعت رو بروی ما خب میبیننمون دیگه. از کجا میدونست من قهر کردم؟ نسترا خانم که وقتی میبینه خونه نیستی یعنی قهر کردیم دیگه. نو بره والا حمید، هر چی میخوام تغییرت بدم بیفاید است. دونه دونه اخلاقات به اون خانواده حاضر جوابت رفته. نسترا خانواده من حاضر جوابه؟ بله هم حاضر جوابن، هم بی ادب، هم فضول، علل خصوص خواهرای تناردیت. لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. هرچند اونا من رفته تقصیر ندارم بدبخت ها، چون به مادر فضولشون رفتن. باز تو راجع مادر من حرف زدی؟ صد بار بهت گفتم من رو مادرم حساسم. ای دروغ میگم. بس سعی. خاک بر رو سرت، خاک بر رو سرت که اون خانواده بی خودی تو به من ترجیح میدی. چی؟ خب همون حیف که در قفل کردی، وگرنه میدونستم با چی کار کنم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. برده شور این زندگی رو بپرم بابا، خسته شدم، همش جنگ، همش دعوا، همش قهر.
کجا؟ صبونم که مگه نوکرت هم واسه صبونه حاضر کنم؟ صبونه برام درست کنی نوکر هم میشین هست دارن جان. خب اگه خیلی بهت فشار میاد یه کلفت بگیر. که چی کار کنه؟ ظرف بشوره، غذا حاضر کنه، خونت واسه مرتب کنه. اون وقت حضرت عالی چی کاری؟ من زنتم. آه زنی هم در حقمون نمیکنی. تا وقتی که بی جهت از خانوادت حمایت کنی همینه. امشب همشون میان اینجا. امیدوارم آبروریزی نکنی. امشب من نیستم. کجا؟ خونه بابام. ببخشید مگه تو خودت خونه زندگی نداری؟ هر شب خونه بابات. اولا سر من داد نکش. من کی داد کشیدم؟ یا همین الان داد کشیدی؟ خب اینکه الان کشیدم. چه فرق میکنه؟ داد داده دیگه عزیز من. بعدش هم بیخود میکنی بدون هماهنگ من مهمون دعوت میکنی. نسترن خانم، من مهمون دعوت نکردم. بنده های خدا زنگ زدن، خودشون گفتن امشب میخوایم بیاین. آها خب زنگ بزن. بگو ما امشب نیستیم. ولی ما هستیم. نیستیم. چرا ما هستیم؟ من نیستم. شما هم هستیم. خواب دیدی خیره. خیلی خوب، اگه جرأت داری پاتو از این در میذاری بیرون. اوه میگه جرأت نمیخواد. بای نسترن کجا؟ خونه بابا. به هر حال اگه خواستی برگردم میای تعهد میدی تا تحویلم بگیری. اونم نه امشب، فردا شب. نسترن طلاقش بده، خودتو خلاص کن. مرگ یه بار، شیونم یه بار. الو سلام آقای دکتر، من حمید رضایی هستم از دوستان آقای هادی جعفری. ببخشید میخواستم اگه ممکنه وقت بگیرم مزاحمتون بشم. حقیقت به یه مشکل بزرگی برخوردم که فکر میکنم فقط شما میتونین حلش کنین. اینه که دوباره مزاحم میشم. ممنون، خداحافظ. هوچن دیر درگو شاه لره. چکا داری میکنی؟ سلام های دکتر، این گلایی که خشتم دارم آب میدم. کارت که اینجا تموم شد زود پاشو برو معتب، یه دستی هم به سر روی اونجا بکش. چشم های دکتر، حتما. به منشی هم بگو من دیر میرسم، دارم میرم سفارت، احتمالا کارم طول میکشه. چشم های دکتر. که این قارتروت پدر ما رو در آورد. حالا اگه کلفت نمیتونی بگیری کمک که میتونی بکنی؟ آخه مامی مگه ددی برای شما کلفت گرفتی که توقع داره این طفل معصوم برای شما؟ من نفهمیدم تو طرفدار مایی یا طرفدار آقا گرگه؟ آقا گرگه یواش از چه مرده تو یه ماتاز درست حسابی هم نمیتونی ما رو بدی؟ برقام چه بینه؟ از دور اینا دفتر بر دوباره بده صد پسرندش بکنه این پسره آردشو برده. ای بابا بذارید دوتا کفتر عاشق برن سر خونه زندگیشون. با این کاری که دارید گوید بدتر میشه به خدا. تو ساکت باش. ای بدبختی، ای عجب گیری کردی ما. آقا جون شما به کاری که کار نداری کار نداشته باش دیگه. احوت تو بینیدی امون چون بره دیگه. چشم شما دمت گرم، کم کم داری آدم شما. هم که خوردش کردی خودش یه دنیا میارز. آقا جون شما دست زنتو بگی ببرش سینمایی، تیارتی، کافهی، استورانی یه چیزی واسش بخری، یه سرگرمش کن. آخه بابا یخت سیاست داشته باش. غذا چی میل دارین؟ بپرس کباب ترش لطفا. ببخشید بازم شما برای من تصمیم گرفتین؟ مگه شما کباب ترش دوست نداری؟ داشتم. تو که عاشق کباب ترش بودی؟ بودم، ولی الان قرمه سبزی میخورم با پیاز لطفا. قرمه سبزی با پیاز با من. هزار دفعه بهت گفتم اول از من بدبخت بپرس چی میخورم. منم آدمم دیگه، بعد سفارش بده. چشم، معذرت میخوام.
دست صورتو شستی؟ نه. خب برو بشور. چشم، الان میشورم. بله. الو حمید جان. حمید جان؟ ببخشید نسترن خانم، فکر کردم حمیده. به جا نمیارم. من حوری هستم، دختر عموی حمید. صداتون نمیشنوم. من حوری هستم، دختر عموی حمید آقا. تونم مادام کوری. صداتون نمیاد آقا. آقا؟ چی از زندگیمون میخواد؟ اون دختره؟ دختره اما تو میگم. منظورت حوریه؟ دشور اسمشو ببرم، اون حوری هم نیست. مگه زنگ زده بود؟ عکسش هم برات موبایلت فرستاده. بابا بیچاره که با تو کاری نداره. اینقدر واسه من بیچاره نکن. از فردا هم بعد اخراجش کنی. اصلا آقا جان دوست ندارم کارگر زن داشته باشی. اون پدر نداره، تنهایی داره خرج خودش و مادرش رو میده. آخه انصافه. من ازش بدم میاد. ای حقم نداره بهت زنگ بزنه. دختری پر روی موج منفی. الو حمید جان. آقا جون کدوم زنی دوست داره شوهرش کارگر زن داشته باشه؟ غریبه که نیست، دختر عمومه. میدونم دختر حوومه، میدونم باباتونم دوست داشته باش ازدواج کنی، از فردا بعد اخراجش کنی. بابام دوست داشت، من که دوست نداشتم. نسترن جون. بله خواهرتونم آمار دادن که یه مدتی باشون نامزد بودی. چیه حرف حق تو گلوتون گیر کرد؟ خوبه دیگه، رگ به ریشه میره. عبالی به بابا. عبالی چیه؟ بابام کدومه؟ بابا نسترن جون، میتونه این یه لقمه کوفته زهر مالی اگه گلمون بره پایین یا نه؟ سلام آقای دکتر. نجای سلط هیسن. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر. سلام جانم، صبح بخیر. میگم خانم احمدی، فکر میکنه آقای دکتر موافقت کنی؟ یعنی اگه بشی چی میشه؟ 3 میلیون؟ خیلی عرصی خوهرمه، یه جوری برام حیاتیه. خانم احمدی؟ بله آقای دکتر. وای دادم وای. هر دوتون میانی تو اتاقم کارتون دارم. هر دوتون؟ ویزام رسیده و منم امشب دارم میرم آلمان. احتمالا مسافرت این به 3 ماهی طول میکشه. شما خانم احمدی از فردا میتونیم برای مدت 3 ماه به این مرخصی. حقوقتون هم تمام و کمال بهتون میدم. ممنونم آقای دکتر. و اما شما؟ بله آقای دکتر. میخوام چارچشمی حواست هم به مطب باشه هم به خونه. چشم آقای دکتر. تو این 3 ماهی هم که نیستم شبا رو تو مطب بخواب. اون هم رو چشم آقای دکتر. هر 2-3 روز یه بارم یه سری به خونه بزن. خیالتون تخت تخت باشه. هر کسی هم من کار داشت بگو 3 ماه دیگه بیاد. تو تخم چشمم آقای دکتر. فقط یه خواهشی داشتم، اگه امکان داره محبت کنید میشه یه وامی به من بده؟ این بار کندمتی که من وام میخوای. مگه همین ماه قبل 200 من شما پول ندادم؟ آی دوزور احتیاجیم بار. احتیاجیم بار، احتیاجیم بار. مگه من آبر بانک تو هم؟ اه بله. آقای دکتر وزیری؟ بفرمایید.
آقایی هستم آقای دکتر. من چند بار مزاحمتون شدم ولی متاسفانه نتونستم باهاتون حرف بزنم. من به یه مشکل بزرگی برخورد کردم که فقط فکر میکنم تلفنی که میام تماس بگیرم لطفاً. بله بفرمایید. 88 45 86 10. شما با همین شماره تماس بگیرید. الو. 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 من میگم 3 میلیون وام میخوام برای کار خیر. به من میگه وقتی از سفر اومدم 300,000 تومن بهت میدم. میخوام ندی. اصلا بری سفر دیگه بر نگردی. کپی اغله. بعضی آدم ها دلشون درگاهیه، روحشون با صفاست. اونا دیگه دنبال بهونه واسه پر دادن دلشون میگن. بفرمایید خواهش میکنم. الو قطع شد آقای دکتر، هرچی هم بعدش موبایلتون رو گرفتم دیگه آنتن نمیداد. میخواستم بگم من با همسرم 1 سال با هم ازدواج کردیم، منتها به شدت با هم اختلاف داریم. زندگیمون شده زهر مار. اصلا حرف همدیگه رو نمیفهمیم. من همسرم رو دوست دارم، منتها از طرفی هم نمیتونم باهاش چطوری برخورد کنم. اینه که با شما تماس گرفتم، اگه ممکنه یه وقتی بدین ما ملاقاتتون کنیم. ممنون میشم. زودتر از 3 ماه نمیشه آقا. مسئله من یه مقدار فورس ماژوره. ما مشکل مالی هم نداریم و هر چقدر هزینه‌اش بشه پرداخت میکنیم. به خدا زندگیم دیگه به یه تار مو بنده. ببخشید من خوب نشنیدم، میشه یه خورده قبل‌ترش رو جملتون رو تکرار کنید؟ تار مو رو میفرمایید دکتر؟ نه یه خورده عقب‌تر بریم. آها عرض کردم اگه لطف کنین مشکل ما رو حل کنین ما هزینه‌اش هر چقدر باشه پرداخت میکنیم. امروز هم آقای دکتر رفته مهرش رو گذاشته اجرا. مهرش مگه چقدره؟ 1386 تا سکه. دادم واهه. الو سیشی دوش دارن دوشو جبوش دارن گوش آخواته. الو سیسم دارن اردان بردن اندوده. خیلی زیاد میشی. یعنی 4 میلیون تومن؟ البته مشکل من پولش نیست آقای دکتر، مسئله زندگی و آخر عاقبتشه. من دوستش دارم، نمیخوام ازش جدا شم. ولی من خواهش میکنم آقای دکتر، من میدونم شما سرتون شلوغه ولی خواهش میکنم یه وقت ملاقات با من بدید. آخه من زندگی من در آستانه نابود شدنه، تو رو خدا شما بفرمایید فقط من چیکار کنم. خب شما بفرمایید چند وقت ازدواج کردید؟ 1 سال آقای دکتر. همون دیگه. سال اول زن و شوهرها مثل سگ و گربه میمونن. چی فرمودی؟ به هیچی، با شما نبودم، اینجا یه گربه اومد. پش 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 گربه. تو مطب گربه زیاد میاد. بله میفرمودی. من کی میتونم خدمتتون برسم؟ جان؟ میشه من فردا صبح خدمتتون برسم؟ من عرض میکنم که من یه مبلغی هم پیش میپردازم بابت ویزیت ویژه‌ای که عنایت میفرمایید. آخه شما نمیذاری من حرفمو بزنم که. فردام که خدمت رسیدم یه مبلغ، یارا هر چقدر که شما بفرمایید. علل حساب از 1 میلیون تا 5 میلیون تا 10 تومن حاضرم بنده بفرستم. چند میلیون؟ الو؟ الو؟ الو ببخشید صداتون قطع شد. عرض کردم از 1 میلیون تا 10 میلیون بنده حاضرم کمده کی؟ اول صبح؟ بله. سلام، ببخشید دیشب با آقای دکتر صحبت کردم، قرار شد امروز مزاحمشون بشم. دکتر وزیری؟ جانم بفرمایید. من حمید رضایی هستم، دیشب باهاتون تماس گرفتم، قرار شد امروز مزاحم شم. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. نو پرابلم. ببخشید من در خدمتگزاری هستم. شما همیشه مشکلتون حد 80 میاد دکتر؟
ببخشید شما اینجا زندگی میکنی؟ من همینجا زندگی میکنم. بگی سرشو. سر چیو؟ صندلی رو بگیری بشینیم. بفرمایید. راستش واقعیتش اینه من تو زندگی زناشویی به بس رسیدم. خدا نکنه جانم. فعلا که زندگی ما شده عین زهرمار. یه روز خوش تو زندگی من وجود نداره. هر روز دعوا، هر روز قهر، هر روز بگو مگو. دیگه خسته شدم آقای دکتر، نمیدونم چیکار کنم. ببخشید، کی اینجوری شدی؟ والله آقای دکتر از وقتی که من زنگ گرفتم. ببخشید، من شبا موسیقی درمانی گوش میدم اینجا تنها. بله. فرمودی از کجا شروع شد؟ از همون روزی که زنگ گرفتم. اشتباه کردی دیگه، مرد عاقل که زن نمیگیره. خب آقای دکتر من اون موقع عاشق شده بودم. آی پدر عشق بسوزه که هر چی میاد از دست این عشق، مخصوصا برای مردا مشکل سازه. میدونید پسیکولوژی زنان اومده نیاز به عواطف دارن و احساساتی که باید لطافت بکنی زنتون. بدبختی اینه که این روزا مدام قهر میکنه میره خونه باباش. بی خود کرده. خب تو هم قهر کن برو خونه بابا. دیگه بریدم آقای دکتر. از یه طرف دوستش دارم، از یه طرف ازش بدم میاد. رفته مهرشو گذاشته اجرا. 1386 تا سکه بهار آزادی. 1386. این خیلی نامردیه. الان پسیکولوژی اجتماعی اینه که زنها طلاق که میگیرن مهریهشون برمی دارن میرن برایشون خودشون ماشین خونه اینا میگیرن. ببخشید شما پلمول آوردی مخواهد؟ نه در نیاری ناراحت میشم. من کاری میکنم زندگی شما عوض شه و تمام مشکلاتتون حل بشه. جدی میگین آقای دکتر؟ بله خیالتون راحت باشه. شما از فردا هفته دو سه جلسه بیاین پیش من تا ویزیتتون کنم. ببخشید شما میتونم به تعبیری بگم با نسخه های من زندگی آرامی خواهی داشت آقای. من رضایی هستم آقای دکتر. خیلی آقای رضایی. الان دیگه درام. شما خیلی شوخی. این نه حساب صاحب خدمت شما باشه. واقعا ندارم. قربون شما، خیلی ممنون. این ماجرا فیصله پیدا کنه من هر مبلغی که شما بفرمایید تقدیم. ببخشید من دکترم ها، سوال شخصی، الان زنت کجاست؟ والا قهر کرده رفته خونه باباش. به جهنم، برو باباش. بله. بذار اونجا بمونه تا موهاش سفید بشه. و کجا میخواد مردی به این خوشتپه؟ با مرام، با کلاس، خوش اخلاق، پول بده، ول خرج کن که داره برای عاطفه زن و شوهر خرج میکنه، کجا میخواد گیر بیاره؟ یعنی نرم دنبالش؟ بذار یه چند روزی پیش مادرش بمونه تا چپک بزنه. اینجور زنها از مادرشون درس میگیرن. هر چی میکشی از دست مادر زنه. کاملا درست آقای دکتر. ببخشه. بفرما. میخوام دکتر وزیری هستم. اشتباه گرفتین آقا. اشتباه میگیرن. قلنجه. آقای دکتر شما اینجا منشی نداری؟ چرا تو سه روز نیومده. گفتم اگه فردا نیاد مجبورم یه منشی جدید بگیرم. حالا آقای دکتر میفرمایید من چی کار کنم؟ سه روز دیگه همین ساعت بیاین تا بهتون بگم دوای دردتون چیه. Thank you.
آقای دکتر وزیری؟ خیلی خوش اومدین، بفرمایید. همونطور که گفتین تو دو سه روز گذشته نه بهش تلفن کردم نه دنبالش رفتم. حالا دیگه برنامه عوض میشه جانم. امشب؟ بله؟ امشب برو دنبالش. خب اگه نیاد چی؟ رازیش کن بیاد. با خواهش، با منت، با تهدید، چه میدونم؟ خب اصلا گیرم رفتم آوردمش خونه، بعدش چی؟ باید چند روشی رو که بهت میگم رو زنت پیاده روی کنه. اول اینکه شبا وقتی به خونه میری یه دسته گل یا یه شاخه گل بهش بده و بهش بگو سلام عزیزم، خسته نباشی عزیزم، خیلی دوستت دارم. میتونی اینو خیلی ریتمیکم بکنی، یعنی سعی کنی خانمتو شاد کنی. سلام عزیزم، عزیزم سلام، عاشقتم، دوستت دارم و سلام. حالا سلام عزیزم، عزیزم سلام، عاشقتم، دوستت دارم. ببخشید، البته میتونی برای خانومت شعرهای عاشقانه هم بخونی. اسم خانومتون چی بود؟ نسترن. نسترن، به چه اسم قشنگی. میتونی بهش بگی نسترنی، عشق منی، جان من، یکی دیگه بود و دال دونه من. نسترن، وقتی میخندی تو چشات خیلی دروغه. البته این در مورد زن شما سقط نمی کنه، چون دروغ بسیار نیستش. میتونی براش بخونی که الهی من فدات، فدای اون چشات، اگه تو بیابونا خاری بره به پات، دق میکنم برات، فدای اون چش. اینو میتونی دکلمن براش بخونی اگه زیاد از صدات خوشش نیومد. خب این که میتونی میتونی بی مناسبت یا با مناسبت همینجوری بهش هدیه بدی. چشم. وقتی زنت با صحبت میکنه روزنامه نخون، به کنترل تلویزیون ور نرو، سعی کن به چشماش نگاه کنی و تمام نگاهتو متوجه معطوفش چشاش کن. چشم. و اما وقتی به خونه میری زنتو ببوس. البته جلوی همه نبوسی ها مدآموزی داره. چشم. عذر میخوام. مطب دکتر وزیری، بفرمایید. نه خیر، رفتن خارج، تا سه ماه دیگه میان. منشی من بدون اجازه من رفته خارج. خب حالا میخواین چی کار کنی؟ اخراجش میکنم. حالا باید دنبال یه منشی جدیدم بگردم. من یه نفر میشناسم خیلی آدم خوبیه، میخواین بهتون معرفی کنم؟ خسته نباشی عزیزم، اللهی من فدای تو، چیکار کنم برای تو؟ اگه تو این بیابونا خاری بره به پای تو، دق میکنم برای تو. جونو تو حالا نگاه کن، تصادف میکنیم. اینم دو تا چای لبسوز، لبریز، لبدوز. این خدمت شما. تو؟ میدانی که برده ما هستی؟ همین طور است. و میدانی که به کنترل تلویزیون بر نرو. امروز هم باید اطاعت کنی. اگر امری هست در خدمت. ببخشید من اصلا حواسم نبود تو این سریال رو دوست داری. از کمالات شیخ ما چه عجب. آقا بالاخره یه بارم شده به خواسته های ما توجه کردن. نستر اینجا من که تو رو خیلی دوست دارم عزیزم. آره چونه احمد. شما از من چه میخواید؟ سعی کن به چشماش نگاه کنی و تمام نگاهتو متوجه معطوفش چشماش کنی. من گفتم که از شما اطاعت خواهم کرد. ما خیانت با اطاعت متفاوت است. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چون خوشگل حرف میزنی. چی جوری حرف میزنم؟ مثل خانم مارپل.
خانم مارپل؟ یعنی میخوای بگی من مثل اون پیر و زشتم؟ اگه راست میگی چرا نمیگی مثل سوسانو؟ نه به خدا، باز داری من مسخره میکنی؟ نه جون تو، نه سرم، تو از خوشگلی عین حوری میمونی به خدا. حوری؟ من شبیه اون دخترم بودم؟ منو با اون مقایسه میکنی؟ نه بابا، منظورم اون حوری نیست. من کجا شبیه اون دخترم بودم؟ اجنتم، همین چند بار گفتم اسم اونو پیش من نیار. بابا نسترن، والا به پیر، به پیغمبر، من منظورم اون حوری نبود. به به، نکنه تو زندگی حوری دیگه هم هست. بابا من منظورم، تو میخوای منو ضایع کنی، تو میخوای منو آزار بدی، تو آوردی من اینجا بیمونه کنی. بابا نسترن، به خدا منظورم اون حوری نبود. نسترن، حوری بهشتیه. آره جون خودت، خر خودتی مامان. بابا نسترت جون، من چند بار بگم من با این خانم هیچ سر و سری ندارم. بابا اصلا از فردا میگم نیاد، کارم براش پیدا کردم. ای خدا چقدر من بدبختم. دکترم میشیم صبح زنگ میزنن ها. کیه؟ آقای دکتر وزیری تشریف دارن؟ نه خیلی نیستن. کی تشریف میارن؟ چی میدونم، سه ماه دیگه. سه ماه دیگه؟ بله، رفتن آلمان. کی تشریف بردن؟ ای بابا، یه چند وقتی میشه دیگه. ولی دیروز به پسرعموی من گفتن دنبال منشی میگردن. بی خود کردن. پسرعموتون؟ بله، آقای حمید رضایی. خیلی عذر میخوام، یه چند لحظه اگه امکان داره تشریف داشته باشین میام خدمتتون. سلام خانم، من جناب دکتر وزیری هستم. ببخشید جناب دکتر وزیری، نشناختمتون. اختیار دارین، چون این روزا دختر خانمای زیادی میان برای استخدام، مجبورم یه جور بهونه بگیرم که نیستم. یا صدامو عوض کنم یا حرکات غیر عادی. بله متوجهم. ببخشید چرا اونجا وایسادید؟ بفرمایید بشینید. اینجا؟ نه نه، من منظورم داخل. بفرمایید، خواهش میکنم. این گل خدمت شما. خدمت من؟ ناقابله. دستتون درد نکنه، محبت کردید. خانومه؟ حوری. حوری که هستین، اسمتونو بخواستم. حوری رضایی هستم. بابا عجب اسم قشنگی. من همیشه فکر میکردم که حوری تو بهشت و جوی آب و انگور، ولی حالا رو زمین جلوی من. ببخشید آقای دکتر، ساعت کاری شما چند تا چنده؟ بله ساعت کاری من 4 صبح از خواب بیدار میشم، بعد گل و باغچه رو آب میدم و بعد از ببخشید منظور من ساعت کار مطبه. آه بله، من چون صبح بیمارستان عمل جراحی دارم مجبورم بعد از اون بیام. خیلی روانپزشکام عمل جراحی انجام میدن. نه خیلی، یعنی بله، منظور من روانکاوی و روانشناسی بیمار قبل از عمل جراحیه، چون ما چند باره ترس از تیغ داشتیم که منجر به فوت شد و همشون به رحمت خدا پیوستن. خدا خیرتون بده آقای دکتر. میتونم بپرسم حقوقی که در نظر گرفتین چقدره؟ حقوقتون؟ بله حقوق شما 200,000 تومنه. البته چون حوری بهشتی هستین، من به شما 400,000 تومن میدم. خیلی خوب آقای دکتر، دست شما درد نکنه. ببخشید جسارتی رو به دیوار. شما مثل من مجردین؟ بله. یاخ چی سن استخدام اردو؟ بله؟ منظورم اینه که شما استخدامید. وای خیلی ممنون آقای دکتر.
فقط یه چند وقتی میخوام استراحت کنم. مگر کسی زنگ زد یا تلفنی مراجعه کرد بگید رفته آلمان، تا دو سه ماه دیگه هم نمیاد. بله حتما. آخه میدونی خستم، احتیاج به استراحت دارم. میفهمم. سلام، روز بخیر. چطوری دکتر؟ تو هم اینجایی؟ آقای دکتر لطف کردم با استخدامم موافقت کردن. چه خوب؟ دکتر اومدم سهم امروزم آزاد بگیر. از امروز فرمولای جدیدی باید امتحان کنی. وقتی به خونه میری از پوشش همسرت تعریف کن. بگو چه لباس قشنگی، چه رنگ زیبایی، چقدر بهت میاد. دوم اینکه از دستپختش تعریف کن. مدام بگو چقدر بامزه است، چقدر خوب درست کردی، چجوری درست کردی. از نوع آرایشش تعریف کن. بگو چقدر خوشگل شدی، بگو چقدر آرایشت بهت میاد. موقعی که دستشو میگیری بی حال و بی تحرک نباش، بلکه کاری کن که گرمی و مهربونی تو رو احساس کنه. سعی کن خریدن هدیه های کوچیک مثل عطر و چیزهای دیگر رو فراموش نکنی. تقدیم به عزیزترین. وای چقدر خوشگله. خوبی نسترن جان؟ اگه تو روح و روانم آزار ندی خیلی خوبه. پس بفرمایین تو که حالا باید کلی کار دارم. اولم شما بفرمایین چون خانوما مقدم تر. سلام حمید آقا. سلام زاده خانم. علیکه سلام. البته به لحاظ زیبایی بینی مشکلی نداشتا، به خاطر پولیپش عمل کردم. بفرما تو. خیلی ممنون، مزاحم نمیشم. تو رو خدا تعارف نکنیم، بفرما یه نهار در خدمت. وا شوهر ندیده؟ باز تو بدون اجازه من مهمون دعوت میکنی؟ من؟ خب از که اول خودت دعوت کردی؟ من یه تعارف کردم، تو زبون زنا رو نمیفهمی. خب من حواسم نبود، بگو عزیزم. بگو قربونت برم. اینم یه جعبه شیرینی تازه خدمت شد. امیدوارم تر نباشه. ای بابا اصلا حواسم نبود. خب بگو که واسه خودت خریدی. نه به خدا. مدام از پوششش تعریف کن. من مثلا فکر میکنه با این لباس خیلی خوشگل شده. عدم اون لباسی که من دوست ندارم و پوشیده. به 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 چی شده؟ چه لباسای قشنگی پوشیدی؟ چقدرم بهت میاد نسترن؟ جدی میگی حمید؟ این ریشی چاش قشنگه؟ آره جونه، تو شدی عین حوری بهشتی. باز تو اسم اون افریته رو آوردی؟ بابا به خدا منظورم حوری بهشتی بود. برو برو دایی تو بیچاره کن. این بهش غیر حوری چیز دیگه نداره منو باش مقایسه کنی. تو مریضی. من مریضم؟ باید بری پیش روانپزشک. چون بهت گفتم لباسات شیکه بهت میاد، باید برم پیش روانپزشک. اگه راست میگی چرا دیشب پریشب نگفتی؟ مگه دیشب پریشب هم همین لباسا رو پوشیده بودی؟ بله هم دیشب هم پریشب. خب لابد حواسم نبوده به خدا. تو کی حواست هست؟ حواست همش به پوریاست. سعی کن خریدن هدیه‌های کوچیک فراموش نکنی. راستی نسترن، اینم هم یه کادوی ناقابل برای بهترین همسر دنیا. اوه ناپریزی؟ مناسبتش چیه؟ تولدت مبارک عزیزم. ولی من که تولدم دو ماه دیگه است. خب میدونم، ولی میخواستم پیشواز رفته باشم. اینم در واقع یه پیش هدیه است تا دو ماه دیگه. مبارک باشه. راستی نسترن این؟ کت من یه لحظه آویزون. نه نه عزیزم، بنده خودم آویزون میکنم. تو به اندازه کافی خسته هستی. به به عجب غذایی، خدایی بوش آدمو مست میکنه. برو سر میز الان حاضر میکنم. تو تنهایی؟ مگه میشه عزیزم؟ مرد خوب باید تو زندگی به همسرش کمک کنه. کارای خونه باید نصف به نصف باشه. 50-50. تو 50-50 مریضمون نکردی، برو دستورتو بشور بعد بیا کمک. چشم عزیزم.
سلام حمید جا. ببخشید چون همیشه حمید رو در باز میکردن. آشان حضریه برکت داره، بفرمایید. خدا قبول کنه. به به، عالیه، محشره. بیارسن یه غذا درست کردنم بلد. به این میگن دست باخت. تو موزمار داری منو مسخره میکنی. برای چی مسخره کنم؟ میدونی خورشتم شور شده، داری منو اسکل میکنی. مگه شور شده؟ بله شور شده. خب من نفهمید اصلا. خب شور شده باشه عزیزم، حالا یکم شوری که عیبی نداره. نسترن خودتو نگران میکنی، عوضش از این آشی که پختی میخورم. از ببینم این آشه چطور شده. صاف کن. اصلا فکر نمیکردم بتونه یه همچین آشی بپزه. به اصلا ببین آش بوی عشق میده. معلومه آشپز این آشم. تمام احساساتش رو با وجود یه هوغلوپ بریخته تو این آش، این آشو پخته که بده مرد رویاهاش بخوره شکمشو سیر کنه. حالا دیگه واسه من آش میخوری؟ آش خور. خب آره آش میخورم دیگه. چرا همچی که خدایش رو لآخر آقابت ما مرد رو بخیره. تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ هیچی، دارم دعا میکنم به جون زنا خانوما نستن جون. با کی تو شرف میزدی؟ با هیچکی. دارم برات. خب اینم یه چایی تازه دم. دست درد نکنه همین جون. خب بس کنم بگو ببینم با زلیخا چی کار کردی؟ واسه همین مزاحمت شدم همین جون. یه با بالا غیرتن جون مادرت این کارو برای من انجام بده. چه کاری همه کنم؟ میخوام بگیرمش اما لامذهب را نمیده، پا نمیده. نگاه دماغو رفتم عمل کردم که دیگه نتونه بونه ای داشته باشه. خیلی هم دلش بخواد دوست خلام. از تو بهتر کجا میخواد گیرش بیاد؟ داره با یه پسر مجرد ازدواج میکنه، نه با یه بیوه. اینو تو میفهمی پسر؟ او این چیز حالیش نیست. بگو ببینم داشت گلام، تو که تا حالا زیر بار ازدواج نرفتی، چطور یهو الان حواس زن گرفتن کردی؟ اشتباه کردم نگرفتم همین جون. تنهایی داره پدرمو در میاره. فردا زدم گاراژ، ارث و میراثم باید یکی باشه بهش برسه. دور از جونت بابا عمو گلام، باید محکم باشی. محکم برو بهش بگو دوستش داری. ببینم همین جون، اگه باش ازدواج کنم میتونه چند تا بچه برام پس بندازه. داشت خورم دخترهای امروزی رو اینجوری نبین. اینی که من دیدم سه قلو هم میزا. فقط یه جفت دو قلو نره ماده برام بذات کافیه. حالا میگی چیکار کنم؟ آه صبر کن. با مناسبت یا بی مناسبت براش کادو میخری. حالا یه شاخه گل هم میتونه باشه. امیدوارم از محیط اینجا خوشتون اومده باشه. دست شما درد نکنه آقای دکتر. این کارا چیه؟ وظیفه منه به خدا. اختیار داری. منشی گرفتم که من چایی بریزم. دست شما درد نکنه. آشی شد آقای دکتر. سوختم. کجاتون سوخت؟ نوک زبونش. من برم در باز. نه نه خودم میرم. وای دادم وای. چیزی شده آقای دکتر؟ نه راستش میدونی چیه؟ مادر من اصرار داره با یکی از اقوام دورم ازدواج کنم. به خاطر همین من اصلا دوست ندارم هرچی اتفاق بیفته اون اومده پشت در. اگه شما رو ببینه خیلی بد میشه. حالا با من چیکار کنم؟ میشی خواهش دارم ازتون اگه میشه چند لحظه ای دقیقه ای تو توالت بمونید. بله. تایشون بیاد بره من جبران میکنم. هوری خانم قول میدم یه بار بزن بیام توالت هوری. در رو چرا باز میکنی؟ سلام، توالت بودم. از بس حجم کار سنگینه وقت نمی کنم برم دست شوه. دست تو چرا گرفتی جلو صورتت؟ این من داشتم به ریش و سپلام بزنم یاد نیست بشنم گفتم همه رو بزنم. از این برا رد می شدم گفتم یه سری هم به مطب بزنم. خوبتم کرده. از آقای دکتر چه خبر؟ زنی زد گفت سفرش بیشتر از سماتون می کشه. سلام، روز بخیر. مطب دکتر وزیری، بفرمایید. الو
سلام علی خانم. اشتباه گرفتی آقا. بفرمایید. مطب آقای دکتر وزیری؟ بله. ببخشید شما؟ شما زنگ زدین آقا. من میتونم با آقای دکتر صحبت کنم؟ آقای دکتر رفتن آلمان، 3 ماه دیگه برمیگردن. گرفتی ما رو خانم. ادب داشته باشین آقا. این روزا مزاحم زیادن کپاقوی آهدیا. زنگ میزنن به من فوت میکنن. یه آیدی کاله بعد واسه اینجا بگیر. بله حتما میگیرم. خب من دیگه رفتم. رفتی به سلامت. خیلی خوش اومدی. خیلی صفا آوردین. بازم این ورا بیاین. بس سعی کنید. کجا؟ دستشویی. دستشویی نمیشه اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا خرابه، پر شده. فردا قراره بیام خالص کنم. چرا؟ این چند وقته که اینجا خبری نبوده. میدونی میخوای زنگ بزنم طبق بالا بری دستشویی؟ وا فقط میخواستم دستام بشورم. این پارک سر کوچه عجب توالتاشی که داره. نخواستیم بابا من رفتم. به سلامت. خیلی خوش اومدید. بازم این ورا بیاید. ببخشید شرمنده‌ام. از اینکه نیومدی بیرون خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اشکالی ندارم. چایتونم سرد شد. سلام عشقم. سلام همه زندگیم. چون روی اونو نداشتم این جمله ها رو مستقیم بهت بگم، واسه همینم برات می نویسم که عاشقانه دوستت دارم. شرمندم که احساسات تو رو نادیده گرفتم. من واقعا تو رو دوست دارم. دلم میخواد خودم باشم و به تو هم کمک کنم که خودت باشی. خواهش میکنم با من مهربون باش و منو تحویل بگی. دوست داره همین. نسترم؟ نسترم؟ بله؟ پا تو از زندگی من بکش بیرون خانم فولاکه. کدوم پا؟ بی خودتو به نفهمی نزن. این آخرین باره دارم بهت هشدار میدم. بله هیکلتو خوردی؟ برو بینیم بابا. وقتی با 110 و 120 و 130 و 140 اومدم اون وقت میفهمم. تو برو با 200 برگرد. سلام زوده خواهشان، صبحت بخیر. سلام حمید جان، صبح شما هم بخیر عزیزم. این زن دیوونه از کم داره؟ آره؟ والا اونو که میگن همه زنها دارن. حالا چی کار داشت؟ چی میگفت؟ چه میدونم؟ اصلا نفهمیدم چی کار داشت. طلاقش بده، خودتو خلاص کن. شده سوهان روح و روان جفتمون. عجز. سلام عشق من، سلام همه زندگی من. چون روی اونو نداشتم اینجا رو بار مزدم. وای چقدر احمقم من. تفلکی اومده از همه حرف رو باز کنه ها. خب بله. سلام عزیزم. سلام علیکم. خوبی قربونت برم.
خیلی ممنون، ببخشین شما؟ نشناختی عزیزم؟ دوست داری با هم بریم گردش عزیزم؟ نه خود من کلی کار دارم، گرفتارم. آخه دلم خیلی برات میسوزه، از قیافت معلومه که خیلی تحت فشاری. شما لطف دارین، من دیرم شده، باید برم بانک، امروزم پنجشنبه است، اگه دیر برم بانک میبنده. حامد جان بیا ببین خانم چی کار دارن، این لحظه به کارشون برست و من برم بانک و برگردم. با اجازه. کجا؟ یادت باشه همسرت رو چندین بار در روز در آغوش بگیر و ببوس. فراموش نکن قبل از اینکه اونو در آغوش بگیری از عطر دلخواه اون استفاده کنی. مشکلی دارم عزیزم؟ اگه من مشکلی داشتم که ازدواج نمی‌کردم. نصر جان تو که خودت بهتر می‌دونی عزیزم. دیگه به عطر من دست نزن. چش. هر از گاهی بهش پیشنهاد کن که ظرف‌ها رو تو می‌شوری. اگه از کسی ناراحته جانب اونو بگیر. اگه لطیفه ای برات تعریف کرد سعی کن با صدای بلند قه 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 بخندی. میگم حمید جان. حمید الهی من فدای تو، چیکار کنم برای تو؟ اگر تو این بیابونا خاری بره به پای تو دیغ میکنم برای تو. دوست نشو. ببین میگم امروز بعد از مدت ها مامان بابام اومده بودن اینجا. خب هیچی، میخواستم بدونم چی شده که دیگه من قرار نمی کنم. اصلا باورشون نمی شد. مرگ؟ کجای حرف من خنده دار بود؟ ببخشید. علی دیگه فاز عشیره یهو میگیره. اون از آبجیای تناردیات که نیششون همیشه تا اینجا بازه. اون از خودت که مدام هرته کرته میکنی. بکش کنم تو بینیم بابا. اکه به خوشگی شانس. من فکر کردم داره جوک تعریف. سعی کن زن عکس تو یا عکس زن تو همیشه همراه داشته باشی. این باعث میشه که زنت فکر کنه براش ارزش قائلی. سهوری رو پاره کنم تا بهانه دستش ندارم. خاک تو سر گفت دخترم. بابا من به خدا میخواستم عکس هوری رو پاره کنم، نمیدونم چی شد. اصلا اول باید این میافتاد، نمیدونم چرا ما افتادیم. به او پیشنهاد کنید که میتوانید او را ماساژ بدهید. آی بیدارم از خود دسترم. مادر روحت همیت هم در. ای خدای چه درگه. عزیزم باید بذاری خودت ماساژت بدم. خیلی خوب، اول شونه ها، شونه ها شل کن. آها، حالا دستا شل و حالا پاها.
این آخرین تعهدیه که ازت میگیریم. با وکیل خانوادگیمون هم صحبت کردیم. دفعه بعد هم طلاق دخترمو ازت میگیرم، هم 1386 سکه رو. ولی من نسترن رو دوست دارم. اینو خودشم میدونه. وگرنه نسترن. معلومه که چقدر دوستش داری. نزدیک بود دختر منو به کشتن بدی. امضا کن و انگوش بزن. به خدا از رو عمد نبوده آقا جون. ده گفتم امضا کن. آبا من و نسترن مدتیه با هم دیگه به تفاهم رسیدیم و دیگه هیچ مشکلی هم با هم نداریم. یعنی کمش کردیم. اینو به خدا جدی میگم. مگه نه نسترن تو یه چیزی بهشون بگو. هر حال این آخرین مهلتیه که بهت میدم. هرچند تصمیم آخر رو خود نسترن میگیره. نسترن تمام تلاش من تو زندگی اینه که تو از من راضی باشی. من حتی یه لحظه هم بدون تو نمیتونم زندگی کنم. جدی میگم. دلم نمیخواد هر حرفی که میزنی بی خود قبول کنم. دلم میخواد خودم باشم و به تو هم کمک کنم که خودت باشی. راستی؟ نسترن؟ تولدت مبارک. امروز چندومه؟ 16 بهمن. خدای من، تو چی کار کردی پسر؟ حتی پدر مادرم یادشون رفته بود تولدمه. خوشگله. راستی امروز خواهر زنگ زده بود. با چی میگفت؟ مثل همیشه حرفای بی سر و ته. میگفت اینم تو باعث شدی برادرم به ما سر نزنه. تو برادر منو از را بدر کردی. باز تو دوباره شو خواهرم. دانش ما چی؟ هیچی نگو. ولش کن. آها بله. بی خود کرده. حالشی میگه تلفن بده من زنگ بزنم. بلکن همین داره اهمیت نده. آره من میخوام اینو بخوام اون چه ربطی داره زندگی مردم دخالت میکنه. مثلا بی جا کرده به تو زنگ میزنه. آری داره جرأت داره به خودم میگه. ببین حمید جان، من یه چیزی سوسک دیدی. نزن با دمپای تو سرش همینجور بی تفاوت از بغلش رد شو. از صد تا فوش واسش بدتره. همین جو غلامه. به به آقا یوزارسی نسخه تو پیچیدم جواب دار. نسخه کیو پیچیدی؟ بردم جن زلیخا چون من روح من قلب من مبارکه. یه ما زیاده خوش باشی. عاشق شدم چشمای زاغیت منو کشتی. اوری جو نگاه پاکت چشم بلندیت منو کشته. جوون عاشق بشین دنیا دو روزی. هوری جو جوونم کرده هوری. آقای دکتر اگه با من فرمایشی ندارین من مرخص بشم. چرا هوری خانم؟ یه فرمایشی هست. اگه میشه چند لحظه بشینید. یه کار مهمی باتون دارم. بله چشم. هوری خانم راستش حقیقتش اینه که میخواستم یه خواهشی از شما بکنم. برخرم کسی لعنت معرک. بله گوشه ببخشید میشه چند لحظه بیرون تشریف داشته باشه؟ بله حتما. سلام آقای دکتر. رسیدم بخیر. به من به سلامتی. قدم بشون رو چشم. خیلی خوش اومده. صفا آوردین.
چه وقت اومده؟ بله سلام آری خانم. سلام آقای دکتر. تقدیم شما. ببخشید معطل شدیم. مهم نیست. بفرما. ببخشید. دوتا ماس. دوت نشابه. فرمایشی نداره؟ نه جونی. خشن تو یادم نرفته این ترابلا رو حمید داد بدم به شما. چقدر هست؟ 2 میلیونه. گفت 1 میلیون هم قبلا بهتون پرداخت کرده. اینا رو با آقا حمید بدین، بگین هدیه من به خودش و خانومش. بگو دعا بکنم که همیشه کنار هم خوب و خوش باشن. چیزی شده آقای دکتر؟ راستش میخواستم بگم که یعنی من برم دستمون بشورم برگردم. بفرما. خیلی خوش اومدید. بله این مال این بلا، این مال این بلا، این مال این بلا. وا کجا رفتی شیطون؟ اینجا چکار میکنه؟ دمی درم نشسته. چیه؟ نه ترس بابا، میخوام برم دستشویی. تو سر تو اینجا چکار میکنه؟ این خدمت شما، اینم خدمت شما. سلام هوری خانم، تراولایی که تو پاکت گذاشتم حقوق این 1 ماهتونه که تو مطب کار کرده. اون خورده پولم هزینه شام امشبه. من زودتر از اینها باید همه چیزو به شما میگفتم. باور کن من آدم بدی نیستم هوری خانم. ماجرا از زمانی شروع شد که من به تنها خواهرم قول داده بودم جهیزیهشو فراهم کنم و به 3 میلیون پول احتیاج داشتم. نمیدونستم چجوری جورش کنم. من دکتر وزیری نیستم هوری خانم. من سرایدار دکتر وزیریم. فکر نمی کردم یه دروغ باعث بشه ده ها و صد ها دروغ دیگه بگم. شما رو هم نمیخواستم استخدام کنم، اما وقتی دیدمتون اونقدر شیفتتون شده بودم که نتونستم. هر بارم اومدم حقیقتو به شما بگم ترسیدم شما رو از دست بدم.
خواهش میکنم که دیگه به مطب دکتر وزیری نیاد روی خانم، نه شما نه پسرموتون. خواهش میکنم منو ببخشید. کسی که با تمام وجود شما رو دوست داره، گلشن. زندگی با عشق که میتونه دوام داشته باشه، به شرط اینکه تفاوت‌های خودمون رو با جنس مخالف بشناسیم. آقایون اشتباه میکنن که مایلن خانم‌ها مثل اونا رفتار بکنن و خانم‌ها هم دقیقاً همینطور. انگار این وسط همه یادشون رفته که مرد و زن باید یه فرقایی هم با هم داشته باشن. بفرمایید. مرسی. حواستون به تلفن‌هام باشه. این دختر دیگه انگار نمیخواد بیاد. برای منشی جدیدم آگهی استخدام دادم. سلام، برای آگهی استخدام اومدم. خوش گلدی. بفرمایید. دست درد نکنه. خواهش میکنم. پسرم تو زنش خوبن؟ خوبن. رفتم به ماه عسل نداشتشون برسم. شما چطوری؟ منم خوبن. پدر مادرت خوبن؟ من پدر ندارم، ولی مادرم خوبه. خدا رحمت کنه. میگم هوری جان. بگو. حالا که همه چی روشن شد. خب به جمالت. میخواستم بگم که. چی میخواستی بگی؟ شما با من آره؟ چی آره؟ همونی که تو دلت میخوای به من بگی؟ من چی میخوام بگم؟ که با تو ازدواج کنم. آره؟ 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 بسم الله الرحمن الرحیم. النکاح سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی. دوشیزه محترم سرکار خانم عروس خانم، آیا به بنده وکالت میدهید که با مهرگی معلوم یک جلد کلام الله مجید و تعداد سکه معادل وزن جناب‌عالی، به 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 به، شما را به عقد دائم جناب آقای ماه داماد در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ بله. چند بار میخوای حاج آقا؟ دو بار عروس خانم جواب داد، با گوشای خودم شنیدم. ماشاءالله آقا داماد چقدر عجله دارم. برای بار سوم میپرسم، آیا بنده وکیلم؟ با اجازه بزرگترا. خیالتون راحت، کسی از شما بزرگتر اینجا نیست. البته بعد شما. بله. بفرمایید دهانتون شیرین کنید. صابون قمه، صابون خودکار قمه. بخور، موجز میکنه لکتم. تبریک به این دو قنچه نوشه گفته. عروس خانم خوشبخت بشین. ممنون. غلام ماشاءالله چه شادمان خفنی شدی. سروری آل اندلون باید داره جلو بوخ بزنه. آفرین. باز این نسترن چی میگفتی رو گوشت ها؟ هیچی به مولا، تبریکو. آره جونه، تو خودم شنیدم یه چیزای دیگه ای هم داشتی. نه به مولا، باید برزخ شدی. من برزخ شدم؟ آره. نشونت میدم، اینو بگیر. یادم آمد آن شب در سکوت صحرا، تو بودی و من و مهتاب و عطر گل ها. رها بود ز غم ها دل ما،
بیش از زیبا آن رویا در دلم شد با تو هنگام برپا در انتظارم شب تا سهر شد شیرین ترین رویا گل مریم سار راه تو پردر کردم بدانستم قسم های تو یادم آمد آن شب در سکوت صحرا تو بودی و من و مهتاب و عطف گل ها رها روز غم ها دل ما گل مرگم سر راه تو پر کردم بدانستم قسم های